سلام به همه عزیزا، امیدوارم حالتون خوب باشه و هر روزتون بهتر از دیروز. چطوری رفقای گل؟ به چنل خودتون خوش اومدید. آقا امروز هم اومدیم همراه مادر عزیزم، میخوایم بریم به مراسم انتخاب دختر شایسته تو سال 68 اگه اشتباه نکردم داخل افغانستان. شوخی میکنی؟ خواهیم بریم زمان قدیم ببینیم افغانستان زمان قدیم دخترهای شایسته شون چجوری بوده دیگه. میگم آره، تا حالا همچین ویدیوی ما تا حالا نرفتیم، میخوام اولین باره که میخوایم همچین ویدیوی ریاکشن بریم ببینیم چی جوری بوده، زمان قدیمشون چی جوری بوده. خیلی ممنون. امیدوارم بچه شما خوشتون بیاد. آره واقعا امیدوارم بچه شما خوشتون بیاد. دکمه لایک کامنت سابسکرایبتون نره، بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. شما را در برنامه صمیمانه خیر مقدم میگیم. انتخاب دختر شایسته سال که به منظور تربیت اخلاقی، فرهنگی، معنوی، رشد استعدادها، ایجاد رقابت سالم میان دختران جوان. ببین زمان قدیم، ببین حالا میگم زمان شاه ما همینجوری بود دیگه. درسته. ببین چقدر پیشرفت داشتن، چقدر جلو بودن. درسته. از نظر همه چیز اون در اون که شکی نیست، ولی این خیلی جالب بود که برام در مورد دختر شایسته داشت. آره واقعا میگم اصلا اینی که یکی از بچه‌ها بر من گفت همچی چی ویدیویی هستش، من اصلا خودم جای تعجب بود واسه من. خیلی جالب. آره میگم و تأمین مصروفیت معقول برگزار گردیده، اینک وارد سومین روز یعنی دور فاینال میگردد. محترمه فروزان جان استیواردس، فروزان جان استیواردس هستن، 20 سال است، تدبیر منزل، آشپزی. جان من متوجه نشدم 20 ساله آشپزی، نفهمیدم این داستانش چیه؟ بگه ندیدی داشت اولش توضیح میداد، من دقت کرده بودم، سر همین بود دیگه. نه نه من اینشو نفهمیدم، یعنی چی 20 ساله؟ از لحاظ زیبایی، آشپزی، طرز برخورد، رفتار، کردار. خب اینا رو میدونم. آره. ولی میگن توی برنامه همیشه گفتن دیگه. من اصلا دختر شایسته رو نمیدونستم چجوری انتخاب میکنن. همون منم نمیدونستم، ولی اصلا من یه بار آشپزی دقیقا من تعجب کردم. زبان انگلیسی، زبان انگلیسی بسیار خوب میتونه تکلم بکنه. دختر خوش‌ذوق و صمیمی. زمان خودش انگلیسی یاد گرفتن خب خیلی بود. آره بعد حالا حساب کن، میگه مثلا یه به جوان 20 ساله همه چیز شوکه، تازه زبان انگلیسیش هم فوله. آره. اصلا راحت میتونه بخونه. بعد یکی دوتا یه نفر هم نی، ببین دارم میام به ترتیب دارم میام. ولی چه دخترهای خوشگلی هم میام. آره میگم تو زمان خودشون میگم اصلا دختر شایسته به سال بوده دیگه، به روز بودن دیگه. یعنی الان میتونن این فیلمو ببینن بگن این من بودم که اینجا احتمالش بودن. احتمالش آره. خیاطی را خوب بلد است، باسکتبالر است، سرودن اشعار، لسان اردو و روسی را خوب بلد است، محبوبیت میان دوستان و اعضای فامیل خود دارد، شاگرد ممتاز است و دکلماتور شعر. این الان 18 سالشه. یه ذره همون من واسه هم جالب شد. نه بعد این ویدیو رو بزنم عقب چون خیلی جالبه. من اصلا تا حالا داخل ایران هم ندیدم این سبکی بار زمان قدیمشو. منم واقعا ندیدم. آره که انتخاب کردنش واسه هم جالب شد اصلا. ولی داشته ها. آره. دختر شایسته داخل ایران هم بوده. بوده که اصلا افغانستان و ایران زمان قدیم خیلی چیزا داشتن. خیلی چیزا داشتن. اشعار رو نمی ورزشی و محترمه مریم جان و محترمه مژگان جان از لیسه زرغونه، محترمه مریم جان و محترمه مژگان جان از لیسه زرغونه، خورم باشا هر دویشان هم مریم جان و هم مژگان جان 17 ساله هستن. 17 سالشون. هر دویشان ورزش، موسیقی، آرایشگری و رسامی را کاملا بلد هستند و آشنایی دارند. دختران ببین خوبی بوده. آره اصلا میگم هر چیزی واسه شما آزاد بوده دیگه. همه چیزشون اوکی بودن.
دستشون بسته نبوده، همه چیز یادشون میدادن. خوب بود خدایی اصلا زمان قدیمش. هر کسی نمیتونسته این رشته ها رو بره یاد بگیره، با اینکه آزاد بوده، آزاد بودن دیگه بستگی به شرایط خانوادگی هم داشته دیگه. صمیمی، مهربان و در امور اجتماعی هر دویشان فعال. مریم جان و مشگان جان از سیدم مریم جان احترام داشته مثلا 17 سال دارم. ماشاءالله چه واقعا نشنگ بودن. محترمه 17 سال داره. الان همین دختر 17 ساله تو ایران میش حرف بزنه بگه این کارا بلدی، میزنه شتک اون کنه، میزنه تیکه پاره میکنه آدم. الان شرایط ایران خیلی بد شده، ولی خب درسته رشته های دیگه، ولی زمان قدیم به این جور چیزا بوده، مهم بوده براشون، اینا مهم بوده براشون بیشتر. ماشاءالله از همه کوچکتر بلد است، آرایشگر خوب است، ورزش و نویسندگی داده است، صمیمی و در امور اجتماعی فعال. تمام اون حسنایی که همشون داشتن این بیشتر از همشون. آره دیگه، بعد خیلی ببین به ترتیب سن آورد دیگه، 20 سال بعد 19 سال بعد 17 سال 16 سال آره دیگه کوچیکترینشون فکر کنم 16 سال بوده. ریدا جان 17 سال داره. نه این هفته تبریده 16 داره. لسان انگلیسی را تکلم می کند، با ورزش بلد است، این دختر ورزشکار است، دختر سنگین، خوش برخورد و در امور اجتماعی فعال و میان دوستان خود از محبوبیت خاص برخوردار است. نه این مقیاسش اصلا کلا میخورد مثلا انگلیسی و اینا رو فول بلد باشه و ورزشکار باشه. فکر نمیکنم الان دخترهای 16-17 ساله ها الان آروم و چیز باشن. اصلا زبان انگلیسی بلد باشی نباشی برو بابا رد کاره. احترام می‌ذاره دیگه. مریم جان مانده وزارت صحت عامه. فرشته جان لباس روسی هم مقبول به تن داره. 17 سال داره. دستوزی خوب بلد است. تو شما نمونه شبتنش می‌بینین. آرایشگر بسیار خوب است. حیاتی و تدبیر منزل را. لباس خودشو خودش درست کرد. الان داره میگه خیاطی بلده، مثلا اینجور کارا رو میگه، مثلا هر کدومش یه حرفه ای و بلدن میگن. ادامه دادم. آره دیگه. اینا تو زمان خودشون مثلا اینا یه حرفه‌ای بلد بوده، مثلا اینجور چیزی یه لول بوده واسه خودش، بالا بله بوده دیگه، اینجوری نبوده که بگی مثلا هر کی اینا رو بگه بلده الان عادیه. به هر حال برای جووناشون تشویق میکردن. آره میگم سبک خوبی به کار بردن، این حالت تشویق کردن است دیگه که لول رو میبرن بالا. چیزهای هم نمی‌نویسد، یعنی با نویسندگی دسترسی دارد. با لباس چیز اومده، محلی خودشون اومده، خیلی داره. تدبیر منزل و آرایشگری را هم بلد است. رضیفه جان شاگرد لیسه عایشه درانی 17 سال دارد. حیات
ورزشکار است، آشپز خوب است، تدبیر منزل میداند، شاگرد ممتاز است و میان دوستان خود بسیار محبوب. خدیجه جان 19 سال دارد. یه همون سبکه هست که بسید توی باقی بلش کنی برای خواهی شاد میزنه میرا مادشکار هست، آشپز خوب هست، پالسان خارجی تقلم میکنم، دختر هست و شاش زمیمی زیبا و خوشتاو. چی برم گلنه رو گذاشت؟ من نفهمیدم گل گذاشت؟ فکر کنم گل گذاشت. نه برداشت تقلم می کنم. رویا جان 17 سال دارد. رویا جان 17 سال دارد. نویسندگی را بلد است، حیات خوب است، ورزشکار است، آشپز خوب است و همچنان آرایشگر خوب است. من این حساب را این میگم این مثل همین جوانه بهش حرفی بزنی میزنه تیکه پارت میکنده. نرگس جان 16 سال داره. 16 سال زندگی را میدانه، بلد است سرودن اشعار، هم خوب است، تدبیر منزل هم میدانه، ورزشکار است، آرایشگری. ولی بیشتریاشو هم آرشگری بلدم، هم نمیدونم دوزندگی و اینا رو بلدم. بعد یه دفعه میگن کارهای خونم کلا این چیزا رو لول بالا می نوشتن دیگه. خیلی همشون هم بلدم. آره زیادن، یکی دو نفر نبودن. دیگه ببینید اصلا خیلی اومدن اصلا داخل اینجا. استاد خواهش میکنیم که مایک را در اختیار خود قرار داده و دختر شایسته و دخترهای برازنده سال را به شما معرفی کنند. دختر اول شایسته سال 1368. فکر کنم بین این همینایی که اومدن نفر اول انتخاب آره. میکنن دیگه. ببین کیه؟ محترمه قدسی جان این دختره شد آریانا. ببین بازم میاد؟ همون خب ببینم میاد دوباره یا نه. دختر دوم شایسته سال محترمه سیتا جان متعلمه لیسه آریانا. این فکر کنم باشه. دختر سیوم شایسته سال محترمه انگامه جان. انگامه هم کدوم بود اون زبان انگلیسی بلده؟ همه شون زبان انگلیسی. نه یکی دو تاشون فول بلد بودن. اونم شاید تصمیم شون شون محترمه جوری افتن دیگر را به ترتیب ذیل باعث دختران برازنده سال انتخاب کردن که عبارتند از دیانا جان متعلمه لیسه آریانا. مریم جان متعلمه لیسه زرغونه. جان متعلمه لیسه زرغونه. درم به لیسی که مثلا میگن دیگه متعلمه لیسه آریانا. مریم جان متعلمه لیسه زرغونه. به نظر من همشون قشنگه. اینا رو دارم میگم ولی اون سه نفر اول انتخاب کردن دیگه. درسته ولی به نظر من همشون قشنگ بودن. همشون مهندون و فرشته جان متعلمه لیسه آریانا. این نفر اول این شده آره. تازه
میدونی اینایی که بودن مثلا نفر اول دوم سوم دوتا خواهر هم ماشالله چقدر هم خوشگلن. هم میره خونه میگه من تاجم رو به کسی نمیدم. نه دیگه این مال خیلی وقت پیش از اینه، امیدوارم از این تاج بیشتر از اینا گرفته باشه داخل زندگیش. ولی ببین چقدر سبک و زندگیه چقدر خفن بوده، بروز بوده اصلا. میگم بچه ها بار من فرستان گفتم مثلا همچی چیزی هست، من شوکه شدم، گفتم یعنی واقعا جای شکم داشت. من آره هم شوکه شدم. من اولین بار بود که مثلا میدیدم مثلا افغانستان مثلا این سبک لول به کارو ببره. بچه ها بالا خوشتون اومده باشه، میگم اینم یه ویدیو درخواستی خودتون بود، مراسم انتخاب دختر شایسته. حالا این پارت دومش بود اگه اشتباه کردم، یه پارت دیگه هم داره. اگه باز دوست داشتین اون یکی پارتش هم میذاریم. مثل همیشه خیلی عشقید، انرژی میدید. تا ویدیو بعدی فعلا.